اگه ایران برجام دو رو بپذیره، یعنی سیستم دفاعیش رو برداره، ایران رو تنها میذارن، ایران بهشت میشه، امریکا و اسرائیل حمله نظامی میکنن، اون موقع تازه دستشون باز میشه. امریکا مذاکره نمیکنه، امریکا با آلمان مذاکره میکنه. اینا نمیبینن که امریکا چه بر سر آلمان برده، داره دی اندستریالایزش میکنه، صنایعش رو خرد و متلاشی میکنه، اروپا رو از پا در میاره. امریکا مذاکره نمیکنه. آقای احمد زیدآبادی، آقای عباس عبدی، آقای فریدون مجلسی، خانم سارا معصومی و بقیتون، یک چیز امریکا میشناسه. اگر شرف اینو داشته باشید که به صحبتهاشون، به اسنادشون دقت بکنید، تسلط بلا منازع بر جهان، فقط رابطه سلطه و تابعیت، روابط بین المللی بر پایه قواعد و قوانین. کدوم قوانین؟ قوانین سازمان ملل؟ خیر، قوانینی که خودشون تنظیم میکنن، تحمیل میکنن. میگن که ایران وارد مذاکره نمیشه با امریکا، نمیخواد مذاکره بکنه، تقصیر ایرانه، وگرنه امریکا میخواد، آقای بایدن میخواد. آقای عباس عبدی، تو وارد مذاکره با امریکا شدی یا خامنه ای؟ علی خامنه ای با ویلیام برنز وارد مذاکره شد، رئیس کنونی CIA. شما که این همه به پوتین فحاشی میکنی، نمیخواسته وارد مذاکره با امریکا بشه؟ چقدر التماس کرد که ما بخشی از اروپا هستیم، ما اروپایی هستیم، از لیسبون تا ولادیوستوک ما بخشی از اروپا هستیم، قربونتون برم. امریکا پذیرفت، امریکا وارد مذاکره شد. چقدر پوتین التماس کرد، چقدر شی جین پینگ التماس کرد. اینا مذاکره نمی کنن، تسلط می خوان. فقط یک هدف دارن، تسلط بلا منازع بر جهان. با ایران وارد مذاکره بشن، تحریما رو بردارن. شاید اینایی که تو ایرانن نمیدونن، من که تو بطن این جانور دارم زندگی میکنم و 60 سال دارم دنبال میکنم، میبینم اینو، اسنادشون رو میخونم، صحبتهای سرانشون رو هر روز تو نیویورک تایمز میبینم، سخنگوشون نیویورک تایمزه، وال استریت جورناله، اینایی که باید هر روز خوند. اینا وارد مذاکره نمیشن. سلطه و تابعیت تنها راهیه که میشناسن.